سرخط خبرها. هجوم سی جت نظامی چین به منطقه شناسایی هوایی تایوان. حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق. یونان اقدام لازم را زمینه نفکش‌های توقیف شده توسط ایران انجام می‌دهیم. و تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در پی ترور صیاد خدایی. مشروع اخبار. هجوم سی جت نظامی چین به منطقه شناسایی هوایی تایوان. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری عصر دوشنبه به وقت تهران، از پرواز شماری از جت‌های نظامی چین به منطقه شناسایی هوایی جزیره تایوان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار جت‌های نظامی چین 30 فروند اعلام شده است. وزارت دفاع تایوان این ماموریت جت‌های چین را بزرگترین پرواز دسته پروازی چین از ماه ژانویه به این سو به تایوان اعلام کرد. وزارت دفاع تایوان مدعی شده که به دنبال اعلام سریع یگان‌های راداری، جنگنده‌های تایوانی با پرواز سریع به جت‌های چین هشدار دادند. آخرین پرواز جت‌های چین به سمت منطقه شناسایی تایوان با 22 فروند جنگنده، هواپیمای جنگال و جاسوسی صورت گرفت. وزارت دفاع تایوان اخیراً گفته بود که چین در نزدیکی این جزیره بمب‌افکن، جنگنده و هواپیمای ضد زیردریایی مستقر کرده است. پکن تایوان را بخشی از سرزمین چین می‌داند و تحرکات آمریکا و فروش سلاح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست چین واحد ارزیابی می‌کند. اخیراً دولت آمریکا لایحه 100 میلیارد دلاری بودجه نظامی آمریکا را امضا کرد که بخش چشمگیری از آن به مقابله با چین و حمایت از تایوان تخصیص داده شده است. حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق. اخبار اولیه حکایت از حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در الانبار عراق با موشک‌های گراد دارد. به گزارش اینا، منابع آگاه دوشنبه شب گفتند این حمله با موشک گراد از نوع 122 میلیمتری انجام شده است. برخی منابع میگویند 6 موشک به نزدیکی محوطه پایگاه عین‌الاسد اصابت کرده است. منابع میدانی نزدیک به حادثه نیز گفتند که 2 موشک به دروازه جنوبی پایگاه عین‌الاسد و 3 موشک هم به داخل محوطه پایگاه اصابت کرده است. ستون‌های آتش و دود در داخل پایگاه آمریکایی عین‌الاسد از سمت السهیل واقع در ناحیه البغدادی مشاهده می‌شود. منابع آگاه و فعالان شبکه‌های اجتماعی از بسته شدن دروازه عین‌الاسد پس از اصابت موشک‌ها به بخش جنوبی این پایگاه خبر می‌دهند. پرواز پهپادها و بالگردهای آمریکایی روی ناحیه البغدادی نیز گزارش شده. رسانه‌های نزدیک به گروه‌های مقاومت می‌گویند پروازهای جاسوسی و آواکس سنتری 3 روی یگان‌های الهشت و شبی مستقر در نزدیکی این پایگاه آمریکایی رصد شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یونان اقدام لازم را زمینه نفکش‌های توقیف شده توسط ایران انجام می‌دهیم. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یونان دوشنبه شب به وقت تهران اعلام کرد که تمام اقدامات لازم را در خصوص توقیف 2 نفکش یونانی توسط ایران انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آناتونی، به نقل از روزنامه آفگی، یانیس اویکونومو، سخنگوی دولت یونان در یک نشست مطبوعاتی در آتن گفت: یونان شرکای بین‌المللی و متحدان خود را در مورد این حادثه مطلع کرده است تا بتوانند به وضعیت ایجاد شده توسط شیوه های غیر قابل قبول ایران پاسخ دهند. اویکونوما مدعی شد که ایران هیچ دلیل قانونی برای تلافی کردن نداشته، زیرا یونان در زمان توقیف نفکش بر اساس معاهده های بین المللی و تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا عمل کرد. تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در پی ترور صیاد خدایی. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، شماری از سفارتخانه‌های اسرائیل در دیگر کشورها سطح آمادگی خود را افزایش داده و خود را برای حمله احتمالی از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی این کشور آماده کردند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران اسرائیل، را مسئول ترور حسن صیاد خدایی، فرمانده ارشد نیروی قدس دانست و در هشداری اعلام کرد سپاه پاسداران انتقام او را خواهد گرفت. سلامی دوشنبه 9 خرداد در دیدار با خانواده صیاد خدایی گفت: دشمن از قلب کاخ سفید و تل آویو او را ماها و سالها خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقیب کرد. در همین راستا شورای امنیت ملی اسرائیل دوشنبه 9 خرداد با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست به دلیل خطرهای احتمالی از سوی ایران از سفر به ترکیه خودداری کنند.